به گزارش روز خوش آمدید من تناز خامه هستم این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت هفت شب به وقت ایران به مهمترین خبر روز خواهد پرداخت دو روز پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا وزارت دادگستری آمریکا فاش کرد سپاه پاسداران با استخدام یک باند تبهکار قصد داشت در ماههای منتهی به انتخابات او را ترور کند ترامپ در ماههای گذشته از دو سو قصد جان سالم در برد مجتبا پورمحسن گزارش میدهد افشای تلاش سپاه پاسداران برای ترور رئیس جمهور منتخب آمریکا تشکیل باند تبهکاران اجیر شده سپاه در نیویورک فرهاد شاکری کاسب تحریم نفت که پیمانکار آدمکشی جمهوری اسلامی شد استفاده سپاه از اتباع افغانستانی و پاکستانی برای ترور دوئلی با بوی خون خامنی و ترامپ برای حضب هم همدیگر تا کجا پیش می روند؟ تا جایی که می دونیم تا حالا دوبار به جان من سوء قصد شده که حکومت ایران ممکنه در اونها دخیل باشه یا نباشه اما احتمالا اونا نقش داشتن حدود پنجاه روز پیش زمانی که ترامپ خبر داد جمهوری اسلامی در توطئه ترور او نقش داشته مخالفان سیاسیش از اون مدرک خواستن جمعه اما شاهد نه از غیب بلکه از دفتر وزارت دادگستری آمریکا رسید وقتی این وزارتخانه در بیانیه رسمی فاش کرد سپاه پاسداران با تشکیل یک باند ترور قصد داشت ترامپ را ترور کند. جدیترین و علنیترین تلاش برای ترور ترامپ به 23 تیر ماه برمیگرد زمانی که یک جوان 20 ساله با شلیک گلوله سعی کرد ترامپ را بکشد در گردهمایی انتخاباتی باتلر در پنسیلوانیا خطر از بیخ گوش ترامپ گذشت و او جان سالم بدر بود کمتر از دو ماه بعد هم یک تیراندازی در نزدیکی زمین گلف ترامپ ناکام ماند. در شرایطی که سرویس مخفی آمریکا اقدامات امنیتی اطراف او را افزایش داد چون اطلاعاتی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ دریافت کرده بودند همان موقع نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل این خبر را تکسید کرد اما دو روز بعد از اعلام پیروزی ترامپ در انتخابات دادگستری آمریکا خبر داد سپاه پاسداران از طریق یک مرد 51 ساله به نام فرهاد شاکری که اصالتا افغانستانی است قصد داشته در ماهای منتهی به انتخابات ترامپ را ترور کند بر اساس این بیانیه یک مقام ارشد در سپاه پاسداران در اواخر شهریور و اوایل مهر از شاکری خواسته بود امکان ترور ترامپ را ارزیابی کند او گفته بود سپاه پاسداران حاضر است هر چقدر که لازم است پول بپردازد به گفته آقای شاکری این فرمانده ارشد سپاه در جلسه ای در شانزده مهر به او دستور داد طرحی برای ترور ترامپ در هفت روز آینده ارائه دهد و اگر در این بازی هفت روزه موفق نشد ترور به بعد از انتخابات موکول می شود چون ارزیابی سپاه پاسداران این بود که ترامپ در انتخابات شکست خواهد خورد اما فرهاد شاکری کیست و چگونه باند تحت فرمانش برای ترور را لو داد این طبعه افغان زمانی که بچه بود از خاک ایران به آمریکا مهاجرت کرد اما در سال 1994 به اتهام سرقت دستگیر و به 14 سال زندان محکوم شد بعد از پایان محکومیت دولت آمریکا او را دیپورت کرد اما مشخص نیست به افغانستان یا ایران بر اساس آنچه در کیفرخواست آمده فرهاد شاکری در فاصله 3 سپتامبر تا 7 نوامبر یعنی همین پنجشنبه گذشته پنج بار به طور داوطلبانه با ماموران اف بی آی مصاحبه کرد زمانی که در تهران بود در این سند مشخص نشده اف بی آی چطور به شاکری مزنون شده و چرا او پذیرفته که مصاحبه کند فرهاد شاکری به گفته خودش در کار فروش نفت و فراوردهای های نفتی بود و حدود دو سال پیش از طریق یک واسطه به یک سردار سپاه پاسداران به نام مجید سلیمانی متصل شده که احتمالا این نام مستعارش بود در واقع سپاه بعد از آنکه فهمید شاکری علاوه بر تهران در نیویورک هم اقامت دارد به فکر استفاده از او برای انجام ترور در خاک آمریکا افتاد فرهاد شاکری یک باند از تبهکاران را در آمریکا تشکیل داد حالا دو نفرشان را میشناسیم یکی کارلای ریورا 49 ساله و دیگری جاناتان لودهولد 36 ساله هر دو ساکن نیویورک که شاکری در زندان با آنها آشنا شده بود این دو نفر پنجشنبه دستگیر شدند چون فرهاد شاکری در همین روز حاضر شد نام آنها را به اف بی آی بدهد آنها در یک سال و نیم گذشته با پولی که از سپاه گرفته بودند قرار بود چهار ترور انجام دهند آخرینشان دونالد ترامپ سه ماه پیش هم یک طبعه پاکستانی 46 ساله به نام آسف رضا مرچند در دادگاهی در بروکلین محاکمه شد بر اساس کیفر خواست سپاه پاسداران او را برای ترور مقامهای آمریکایی و مشخصا دونالد ترامپ اجیر کرده آسف رضا پیش از سفر به آمریکا به ایران رفته بود او پیشتر سفرهایی به سوریه و عراق هم داشت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل باز هم این اتهام را رد کرد و گفت این ادعاها با جنس برنامه تهران برای مجازات قاتلان قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه پاسداران مطابقت ندارد. اتفاقا مطابقت دارد. این انیمیشن سه سال پیش در سایت رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد با موزه سوء قصب ترامپ و پومپئو در زمین گلف پنج سال پیش ترامپ دستور حمله به خودروی حامل قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد را صادر کرد بعد از آن مقامهای جمهوری اسلامی وعده انتقام دادند ما کسانی را میزنیم که در شهادت این مرد بزرگ مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشتند پس از تهدیدهای تهران ترامپ به طور غیر مستقیم هشدار داد در صورت حمله سپاه خامنه ای را میکشد فوری اومدن گفتن چی اگر ایران کاری بکنه ما 52 نقطه رو میزنیم اون اشاره به نقطه فرنگی بیت رهبری بود در سه سال گذشته جمهوری اسلامی چند بار تلاش کرد مقام های ارشد دولت ترامپ از جمله جان بولتون و مایک پومپئو را ترور کند توطئه هایی که ناکام بود اما حالا افشای نقشه سپاه پاسداران برای ترور رئیس جمهور منتخب آمریکا ممکن است برای خامنه‌ای خیلی گران تمام شود همو که مدعی بود ترامپ به زبالدان تاریخ بیوسته. اما حالا او به میدان بازگشته با یک تفاوت بزرگ حالا او زخم عمیق تلاش برای سوی قصب جانش را هم بتن دارد در حالی که ای در ساختار حکومت جمهوری اسلامی در تلاشند برای مذاکره با دولت جدید آمریکا زمینه سازی کنند تقابل خامنی و ترامپ به یک هموورد شخصی خطرناک تبدیل شده آن هم در شرایطی که مقامهای ارشد اسرائیل پس از ترور رهبران حماس و حزب الله سیاست ترور رهبران جمهوری اسلامی را مطرح کردند یک پایان قابل پیش بینی برای دوئلی آغشته به ترور و نفرت مشتبا پور محسن لندن مهمان این برنامه جابر رجبی تحلیلگر سیاسی آقای رجبی در دو پرونده اخیر درباره ترور ترامپ خب سپاه پاسداران از اتباع افغانستانی و پاکستانی استفاده کرده بود آیا این اطلاعات میتونه به ما کمک کنه یا نشون بده کدام واحد سپاه در این ترورها دست داشته درود بیکران چیزی که حالا مشخصه قبلا هم توی گزارش های مقصد آقای پورمحسن بود قبلا ایران انترنشن هم اسنادی رو گفته بود که واحد 400 سپاه قدس تلاش میکنه که به واسطه گروه های مختلف به واسطه حتی, حتی افغانی ها و افغانستانی ها و پاکستانی ها تلاش بکنه که ترور رو در خارج از کشور انجام بده اما توی این موضوع مشخص خب غالبا تا الان شکست خورده حتی نه فقط برای ترام برای فعالین سیاسی مختلف هم در آمریکا این تلاش رو کرده بود اما از اون برای که اطلاعات سپاه هم قبلا دست زده بود به اینجور اقدامات و شکست خورده بود و انتهاش رسید به خروج طائب احتمالا سپاه قوس همون واحد 400 سپاه قوس تلاش میکنه که دوباره بخواد سیلی از این افراد رو به آمریکا گسیل کنه ارتباط سپاه قوس و مخصوصا 400 سپاه قوس با گروه های مافیایی با تبهکاری این این ابزار رو به جمهوری اسلامی و سپاه قدس میده که از این باندهای تبهکاری برای ترور استفاده بکنه خب آیا میشه گفت که حالا پرونده یه ترور رسوع قصب ترامپ در دوره بایدن جدی گرفته نمیشد اما الان به عنوان یه پرونده مهم در دولت ترامپ مطرح و پیگیری میشه؟ خیلی نکته مهمیه که الان دولت دادگستری که هنوز در اختیار بایرن و دموکرات هاست اونها این موضوع رو اعلام کردن و داره نشون میده قبلتر همین مشخص بود اما یک مسئله که مهمه اینه که ترامپ برای جمهوری اسلامی یک خاطره بد جمهوری یعنی یک مشت آهنینه اینجا داره شاید یک سیاستی رو نشون میده به ما که روزهای سختری در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود جمهوری اسلامی نه فقط برای انتقام قاسم سلیمانی به خاطر اینکه او تحریم نفتی سخت ترین شرایط رو در دوره ترامپ داشته حتی از نظر خیلی اطلاعاتی وجود داره اینترنت خیلی دخالت تو انتخابات تلاش کرد که ترامپ نشه تا اینی که بتونه یک مقداری آزادی عمل بیشتری داشته باشه یا اینی که اگر وقتی در کشور ایران مثلا اعتراضات یا انقلابی شکل گرفت مثل بایدن کرنش بکنه یا مسائل دیگه باز هم شاید جمهوری اسلامی به این سمت بره که بخواهد ترامپ رو یا اطرافی مخالفیان ترامپ رو ترور بکنه یا حداقل بخواهد که وحشت آفرینی بکنه اما اینی که الان این مطرح شده و جدی میگیره این میتونه یک پیشگیری بکنه از کارهای آینده خب سیاست های اینجوری جمهوری اسلامی در اجی کردن جنایت کردن در کشورهای دیگه خب چه پیامدی میتونه داشته باشه اگه خیلی کوتاه محبت بفرمایید ممنون یک پیمد اصلیش اینه که خیلی تاثیر میذاره روی مهاجران و اینها و حتی مردم ایران این یک نکته است واقعا سخت میکنه مسئله دوم اینه که برای خود جمهوری اسلامی هم شرایط سختتر میشه چون جمهوری اسلامی نشون داده به خاطر نفوذ اطلاعاتی که کشورها روش دارن قالب این عملیات ها شکست میخوره و جمهوری اسلامی به هدفش که نمیرسه هیچ تحریم های بیشتر و فشارهای بیشتر هم بهش میرسه ممنونم از توضیحات شما جابر رجبی تحلیلگر سیاسی. به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم از اینکه با گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.